لطفاً خر نشوید. قطر جان، ما تو رو نیاوردیم شابشه که. تو فقط حق رأی دادن داری. آخه کدوم حیوان فهمیده یه که بین خر و افسارم دست خودم نبود. افسارت دست خودت نبود، چشت که دست خودت بود. اوناق خره به این گندگی رو ندیدی؟ لاغل منو که گنده ترم باید میدیدی دیگه یا بو. حالا طوری نیست، شاه که شدیم جبران میکنی. تو افسار خودتو نمیتونی نگهداری، اون وقت میخوای افسار یک گله حیوان دیگه رو به دست بگیری. هدایت تو که کاری نداره خره عزیز، با یه بار هوش گفتن هم میری هم وای میستی. رانندگی با تو خیلی راحته. حالا خوبه، باز من یه هوش رو میفهمم، شماها اونم نمیفهمی از بس خره. خب خب حالا بگو ببینم چرا دیر اومدی؟ مگه قرار ما یه ساعت و نیم پیش نبود؟ صاحبم کارم داشت، نمیتونستم بیام. گردن اون صاحبت بشکنه با تو. منو قاطر چه گناهی کردیم که باید یه ساعت و نیم علاف جنابالی بشم؟ یعنی همه شما سر ساعت اینجا بودید؟ بعید میدونم. پس سر قبر بابای تو بودیم؟ خر ناموسش بره؟ بدقولی نمی کنه. البته قاطر جان یه نیم ساعتی دیر اومد، ولی خب اون قاطره. اما تا چی نره از ولی خرد اومد درست سر ساعت. آره میدونم سر ساعت میخواسته بیای، اما تو را دختر خالت رو دیدی و معطل شد. طوری نیست قاطر جان، اصلا خودتو ناراحت نکن. حالا بریم سر اصل مطلب. ولی خیلی شما بودی که داشتی میگفتی. آره من بودم که گفتم شما میتونی یه نیم ساعتی دیر بیای. به هر حال عشق و عاشقیه دیگه، باید ملاحظتو کرد. و اما آقا شیره به سلامتی امروز ساعت دو آپاندیسش میترکه و به درک ابدی واصل میشه. باید هر چه سریعتر واسه جنگل یه سلطان جدید انتخاب کنیم. البته شایسته بود به جای این کنده درختا یه دست مبل های کلاس اینجا میچیدید، تا خدایی نکرده به حضور ما جسارتی نشه. میگفتی همین بغل یه خیمه و خرگاه هم با تات میزدیم. آخه اسب ناحسابه تو، عمرن جد و آباده چارپایم دیدن که حالا از ما مبل استیل میخوای؟ اصلا تو خودت بلدی رو ما بشینی بدبخت. هرجان اینطوری کسی رو کنف کردن کار خوبی نیست، نانجیبیه به خدا. مگه خر نجیبم داریم قاطر جان؟ حالا صدر احمد به مرداشون، زناشون که همینطور لخت و چمن لم میدن، نمیگم بابا اصل نامحرم. خوب این حرفا دورش منسوخه، زن لخ کلاس داره، به ویژه اگه ملکه هم باشه. مگه قراره حتما تو شاه بشی؟ پس چی؟ هم با شعورم همم خرم همم که زنت لخته. من شنیدم که میگن اگه آدم زنش لخ باشه قرمساق میشه دیگه، شاه نمیشه که. چقدر طرز فکر شما تو زیر زمینه. پس تو طویله چی به شما یاد دادن؟ به تب قرمساقی یاد ندادن. خیلی خوب، بسته دیگه، جلسه رسمیه. به به قاطر جون چیکار کردی؟ به 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 دوتا خیار و یه دونه موز، حتما موز مال منه که قرار شا بشم. نه خرجه،
موزه مال منه، خیارا مال شما، بگیر. این هم مال تو. آره. به نظرت اینطوری عدالت رعایت میشه قاطر جون؟ خب برای ما موز میگرفتی؟ خب من از کجا میدونستم شما موز دوست دارین؟ خب اینو دیگه هر خری میدونه. میدونه چه میدونه؟ به تو چه اسم چول من؟ خب باش برو پایین برو پایین. حالا بگو ببینم اینا رو کی باید بخوریم؟ شما که الان نمیتونیم ولی من میتونم. شما وقتی که آنتراکت دادیم پیشنهاد میکنم همین الان شرشو بکنیم که واسه دو تا خیار خیر ندیده جلسه مهممون قطع نشه. فکر خوبیه. تا حالا ندیدم یه خر اینقدر چیز بلد باشه. حتما یه اونجا تازه بوده. خیار من که از وسط نصفه. خیار منم همینطور. موقع خوردن حواسه هست باشه. حواسه نرده آدم قطع میشه. قضا این کار تو شوشش میمیره. یکی انگوشت کرده تو خیار من، یه خوردهشم خورده. سر خیار منم همین بلا اومده. اینطوری منو نگاه نکنین دیگه. من فقط میتونستم هوای موز خودم رو داشته باشم. خب من از کجا میدونم کدوم قاتل بیشوری سر خیارهای شما این بلا رو برده؟ از کجا معلوم که کاری قاتل بوده؟ شک نکنی آقای خر، من این قاتلا رو خوب میشناسم. البته اگه یادتون باشه من یه نیم ساعتی دیر اومدم. نه پس نمیشه گفت کار من بوده. آره جون عمت. من مملکت ندیدم رعیتش موز بخوره، سلطانش یار انگولک شده. اتفاقا منم ندیدم ولی بعد پوستکو میدازم یه چیشه هر کی پاکه. اینطوری پیش بره آخر سر به گوه خوری هم میافته. مگه دیگه تو خواب ببینی قاتل جون؟ بهت اجازه بدم نیم ساعت دیر بیای. خب من به عنوان رئیس جلسه. کدوم خری گفت تو رئیس جلسه ای؟ گفتن نمیخواد واضح و مبرهنه. پس من این وسط خیارم. رئیس بی رئیس، مدعی زیاده. خر تو خر میشه ها. تو رئیس بشی نمیشه؟ خب دعوا نکنی. حالا هر کی واسه سلطان شدن کاندیدا میشه دوتا دستشو بالا بگیره. یه دستی نمیشه قاتل جون. نه خر جون، سلطنتی رو باید دو دستی بهش چسبید. شما بهش بچسبید، من روش میشینم. تو مگر رو من بشین که بتونی رو تخت سلطنتی بشین؟ آقایون حیوان اگه دستتون تا دو دقیقه بالا نبرید من با تخت سلطنت رسما شاه میشم. جات اینجا نیست قاطر. قاطر جون مگه تو هم برای شاه شدن کاندید شدی؟ خب ضرر نداشی هایی دیدی گرفت. ولی قرار ما چیز دیگه ای بود قاطر جون. اصلا رأی میگیریم. خب اونایی که میخوان قاتل جون شاه بشه دستا بالا. خب من میخوام. اونایی که میخوان قاتل جون ما رعیت بشه دستا بالا. خب معلومه دیگه من جوز جوزی نگرف قاتل جون. 2-1 رعی نهی بردی تو رعیت قاتل جون. قاتل جون به تبریک میگم، رعیت خوبی میشی، مستعدی. منم به تبریک میگم قاتل جون. امیدوارم رعیت خوبی برای من بشی. مگه من چلاقم بذارم تو شاه بشی؟ چلاقت میکنم کاری نداره. خر شاه چه اسم گوهی میشه. آخا جون من خرم شد آدم. فشت خر به خودش برمیگرده قاتل جون. اسبی که فش میده مثل سگیه که از دور پارس میکنه، هر کی هم گشت نبشه سگ میشه. پس سگ شدن آسونه؟ پس چی؟ من خودم تو گله 7 سگ از کارتم هم تازه 100 تاشونم امروز فردا میزن. خری که اسکورتاش ماده سگا باشن معلومه دیگه، اسرونه گرگا میشه. تازه شما مگه تو گله چی کاره این؟ باربرین دیگه، خاک تو سرتون. آدم به چوپونم سواری میده. من تا سوارم میشه تا
تخت میکنم چه زمه خیالت نصره تو هم خارم حسابشو نمیکنم اینا همش توجیه پس چیه توجیه خیالت چیه بالاخره باید یه جوری خارتون کنم دیگه من که با این جفتک کلی خر من عمرن خر بشم خر نشی چی کار میکنی همین که اونجا باستادی داری مقاومت میکنی کلی خریته گرفتی چلمان خب دیگه دعوا نکنی حالا نوبت رأی‌گیری برای انتخاب سلطانه درسته قاطر جون اونایی که میخوان من اصل نجیب شاه بشه دستاشون بالا من میخوام خیلی بهت میاد خرتم قادر جون من بیشتر اونایی که میخوام من سلطان بشم دستاشون بالا من میخوام اسبتم قادر جون منم همینطور قادر جون شطرنج دو شاهه نمیشه باید به یک کدوممون رأی بدی آخه نمیشه که من با جفتتونم فامیلم ولی به من نزدیکتری بابات اسب بوده یادت چه میاد اتفاقا چون مامانش خر بوده به من نزدیکتره یه حیوان مایه ننگه که ننش خر باشه ولی بهتر از اونه که باباش یه اسب چال من باشه این وسط بود که من انتر شدم دیگه آتر جون خودت میدونی عقیمی تو تقصیر اون مامان خرت بود و الا اسبا کارشون خیلی درسته قاتل جون بیا من یه رازی رو میخوام برات فاش کنم بیا ما تو طایفمون خر عقیم نداریم مگه اینکه با یه اسب چلمن ازدواج کرده باشه و حیوانی بچهشون قاتل شده باشه آخه جان من اسبم حیوانه کار ما از این حرفو گذشته فقط شدیم رفت آی جفتیون چه خبرته قاتل جون لاغل بگو بریه کیه ما خریم به همون بر میخوره خودخوری هم نکن بیا برو بشین این آدم ها رو که من میشناسم خیلی میکنم امروز فردا یه دوایی هم واسه علاج عقیمی تو جور میکنم تازه ما که زن و بچه داریم روز یک خورجین آرزو میکنیم که کاش شد دو آبادمون هم عقیم بودن لامصب لب تر کنی هفته بچه پلوت میزنه بیرون زنهای مردم سالی یه بار میزن گردن شکسته زن من هر شش ماه دو بار میزن نمیدونم تقصیر از من یا از اون بدبختی اینه که بچه هم به من نمیرن یکی دوبارم زنم رو قسم دادم باب اتنینون آخه جیان من خره قهوهی دیدی بچهش سیاسه ندیدی دیگه چی هست بگرات میخندی پسد میزنم اتا به جان تو یه جوک یادم اومد به اون خندیدم بی خود میکنی جوک یادت میاد مگه نمیبینی قاطر عقیمه خب عقیمه که عقیمه به من چه که عقیمه اسب و خر که به هم بپرن نتیجهش این میشه دیگه این کار خر راست میگه ها خب تقصیر من چیه نه زنی نه بچه ای حالا دور از چون اثر ناچاری نه شوهری تو راست میگی قاطر جون میگم آخه به این اسب چلمن نمیاد راست بگه با یه توطئه کثیف نژادی اونم از سر حسادت نسل ما رو دورگه کردن و الا خراب وقتشون خیلی بلند بود خراب اسب خرن اتفاقا خیلی هم با سواد و با شعور و با سواد تن تازه من شنیدم میگن یه شغال جارکش کسبه رو خر کرده یه که یه خر رو به زنی بگیره و یه همچین فتنه رخ بده آفرین متشکرم قاتل جون آفرین به تو بله. شما خرا اگه وقتتون یه نخود بلندتر بود حداقل آدم ها گوشتتون رو میخوردن اتفاقا آدم ها خرن که گوشتمون رو نمیخورن و الا گرگه خورده خیلی هم تعریف کرده میگم که ها جونم حالی نمیشه شما که
زدیم منو سقط هم کردیم محض تلافی هم بوده منو شاه بکنی بعد نه اینکه من عقیمم بچم نمیشه که بعد من مثل کنه به کسبه به تخت سلطنت ول نکنه و شما بعد من دو نفری میتونی نوبتی شاه بشین من خودم خرم قاتل جون اون وقت تو میخوایی منو خر کنی؟ آته جون من خودم هم آخر سیاهکارام تو میخوایی منو سیاه کنی؟ تازه؟ تو خیلی بچه‌ای هنوز ریشم در نیاوردی نه خر جان من فقط کوسم پس تو از بخ عقیمه آته جون ما تو رو نیاوردیم اینجا که شاه بشی تو فقط و فقط حق رای دادن داری آخه کدوم حیوان فهمیده ایه که بین خر و اسب نه خودمونیم اسب رو انتخاب کنه پس چطور مامان این قاطر جون یه اسب رو برای شوهری و هماغوری انتخاب کرد انتخاب چی آقا دختر مردم اقفال میکنیم بعد بگین انتخاب کرده بس بگی دیگه من یادم میاد مامانم وقتی منو دایی اینطوری تازه 2 سالش بود خب معلومه بابای اصلا اخفالش کرده دیگه چطور مامان جونه تو اون 2-3 تا شوهری که قبلا کرده بود اخفال نشد اون وقت تا اومد شدن یه اسب نجیبی مثل من اخفال شد خره راست میگه بی خود میکنه راست بگه مادرت بچه بوده عقلش نمیرسیده آخه کدوم خر بالغی میاد میشه زن یه اسب درش کش مازدور راست میگه دیگه خره آی بابا خر منم بابا نه فوش دادم بهش منظورم از اون خرا بود مرسی حقش بود من اگه تمام زنای عالم رو بسما بکنن مثل اسب از رو ماله نمیپرم که آدم ها برام هورا بکشن مایه بسی شرمساریه آدم از خر بودن خودش هم پشیمون میشه همین چیزاست که آدم رو بددم بکنه دیگه و الا خر بودن خیلی هم کیف داره خرا به عشق خرن اتفاقا خیلی هم سیاست مدارا با سواتن قاطران همینطورن منو نبخرم یه چی حاله میز خاطر چون یه عمو دارم پرفساره یه گله اسب کوی چلمن باید بیان بشینن سر کلاس خرچناسیش از اصل خر دایناسور تا انقراض سلسله آلاغ و سلطنه رو فوت آبه آشپزیشا بگو از یونجه پیتزا درست میکنه ای نهو باقلوا یه تنبک هم داره از پوست کر اسبه تو عروسی یازدهم خودمم خودش مطرب بود یه حالی داد به همه یه حیوانای جنگل که بیا و ببین راستی تو فکر کنی قاتل جون اون روزا بر میگرده نه منم فکر نمی کنم قاتل جون تو که میدونی انبوی من مردمی بود به این اسب چلمن بگو مثل خود من تو عروسی من یارتی یه خواننده اومد یه ترانه خون اسم اون ترانه رو میتونی بگی قاتل جون چی بود؟ کلا مخملی آفری قاتل جون کلا مخملی و باش تا 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 دق دنبکی و باش ویولون زنه یه اینکی و باش به به آها پاشو قاتل جون هنره تو به این اسب چلمن نشون بده نه خجالت نکش برو وسط هم باریکلا هی آفرین قاتل جون باریکلا آفرین شست پاد تو چشمم آفرین آفرین چشت در بیاد تو چشت در بیاد آفرین آفرین وای وای تا حالا ندیده بودم یه خر این کمالات داشته باشه پس چی؟ ننت هم که یه خر شریف بوده کمالاتش از اون بابای اسبت بیشتر بوده
حرف بی خود نزن، اگه کمالات داشت بچهاش عقیم و دوله نمیشون. عقیمه چه عقیمه؟ قطع که نکرده. بله عقیمی من فقط بله. سوء تفاهم بوده. بله یه سوء تفاهم عمد. البته اگه منم بزنم عمدی تو رو عقیم کنم اون دیگه سوء تفاهم محسوب نمیشه. بله. گفته باشم بعد نری بگی خرا زرتی میزنن. بعد که زدی چی کار میکنی؟ اون سر دنیا هم که بری میگم بگیرن از وسط دستت کنن. عمرم بتونی چول من. ما سه طایفه بزرگیم، خرا، قاطرا، گور خرا. خرگوشم که تازه به نوعی خره. اراده کنیم کل دنیا رو در بس گرفتیم. تازه بین آدم ها کلی خر داریم که طرفدارمونن. شکل ظاهری رو ولش، مهم فکره که باید خرونه باشه. بله تو زیر شکمی خر باش بهت بیشتر خوک میذاره قاتل جون. خر اسب جانم، اول خر اسب ناموس ماست. آه حالا خوبه خری اینقدر خود تو تحویل میگیری. نمیدونم اگر مثل من یه اسب نجیب بودی حتما با هیچکی عکس هم نمیگرفتی. مهم نیست که خر باشی یا یه حیوان دیگه، مهم اینه که آدم خر خوبی باشه. منم الحق خر خوبیم. نمرم 20. اگه خرا سلطان بودن پیچ رفت رو شاخمون بود. البته هنوزم دیر نشده، وقتشه که حیوانای جنگل یه تکونی به خودشون بدن. منم که کم و کسی ندارم. اگه دوتا اندیشمند تو دنیا داشته باشیم، اولیش خودمم، دومیشم که خب معلومه دیگه بعد آدم از خودش تعریف کنه دیگه بابا. ولی خرجان من فکر میکنم اگر تو دنیا سه تا احمق وجود داشته باشه، اولیش خودتی، دومیش هم خودتی، سومیش بازم خودتی. تو از حسادت بزو اسب چل من، برو صاحبتو سوار کن. آخه جان من اسب دیدی بی صاحب باشه؟ ها؟ میگم تو خیلی زشتی، اگه سلطان بشی آبرومون تو کل دنیا. چطور تالا آبروی آدم ها نرفته؟ با اینکه هر کی آدم خره شده سلطان. چون آدم ها میدونند خر یعنی چی، چشممون کردن. منم که شابشم یه حمله خرانه به جنگل های اون ور آب بکنم و اونجا هم کشف میکنم. بله ولی خر جان اونجا خیلی وقت کشف شده. راست میگی؟ آره. کی؟ ژاک کارتیه کشفش کرد. خب حالا طوری نیست، ما یه جور دیگه کشفش میکنیم، فوقش به یه جور دیگه حمله میکنیم. جا که قد نیست. ولی خرجان چجوری میخوای بری جنگل های اون بله آب؟ نکنه شنا بلدی؟ سوار تو میشم دیگه، نکنه میخوای بخوری یا بخوابی؟ سوار بابات شو پوفیوس. نه قاطر جون، من از شغلای مادام العرب خوشم میاد. حالا چون خرم یه چیزایی رو براتون ارفاق قائل میشم. مثلا کاهو یونجتون از مالیات معافه، البته فقط برای شما دوتا. بالاخره هرچی باشه سرمون توی آخر بوده. خوبه کیف کردین؟ گوره بابای مردم. اتفاقا واسه این مردم خری مثل من خوبه شارشه. شما خودتون رو هدر ندید، من دارم فداکاری بزرگ تو حقتون میکنم. به قبر بابا راست میگم. خرجان حالا قبر بابات کجا هست؟
تو شکم یک گرگه. 3 سال پیش قربونی شد. مطمئنی هنوزم تو شکم گرگه؟ منظورت چیه؟ هیچیو. خب پس من سلطان. قاتل جون بیا جلو. تو هم از همین حالا میشین وزیر رعیت ها. اینطوری شاه نمیشه که فردا مردم شعار بدن شاه عقیم خاک تو سرت، شاه عقیم خاک تو سرت. راست میگی یا؟ از چی؟ فامیلمی نمیخوام بهت بد بگذارم. اصلا بشه نخست وزیر رعیت ها. آی سوارشون میشی قاتل جون. ولی خر جان مردم باید وزیرشون انتخاب کنن. ولکن بابا. یعنی مردم بیشتر از من میفهمن؟ آقا گاوه هم میکنیم وزیر قضا. تغذیه برای من خیلی حیاتیه. بدون علف تازه مغزم خوب کار نمیکنه. گوره خرم میکنیم وزیر راه و ترابری، چون که راه راهه یه جورایی هم با ما فامله. قاتل جون تو که نخست وزیر منی، بهش بگو ها، بگو که همه ی راه ها باید آسفالت بشن. مردیم از بس نلوز کردیم، سومم شده آب کش از بس میختویله خورده لام از سب. آقا گرگه هم میکنیم وزیر کودکان و نوجوانان، بچه ها باید مناسب آینده تربیت بشن. یه چیز دیگه خاطر جون، روباره بگو، روباره هم میکنیم وزیر اطلاعات، چون که مکاره خوب میتونه سلطنت ما رو حفظ کنه. بابا همه ی وزرا که آقا شدن، یه وزیر خانوم هم دم دست تو دربار داشته باشیم واسه مشغولیت بد نیست. بعد نیام بگن که حق ما رو خانوم ها بالا کشیدی. باش خانوم قازم میکنیم وزیر مفاسد. این مرغای ماشینی از بس لخت اومدن تو کوچه، والا ما که از رو رفتیم. هیچ کی به جز زن ما حق نداره لخت بیاد بیرون. جلوی این خرسای نانجیب هم باید گرفت، وقت و بی وقت، تو روز روشن، در ملای عام، آخر زمونه. اصلا چلمن تو هم از همین حالا در بست میشی داننده من. دیگه همچین افتخاری نصیبت نمیشه. حتما همینطوره. منظورت چیه؟ هیچی، برو برنامهاتو بگو. خوبه، تازه داره اوضاع دنیا سر و سامون میگیره. اول از همه باید یه سری به مریخ بزنیم و به جای تقلید از جنگل‌های بیگانه از اونا تقلید کنیم. هم کلاس داره، هم مریخی ها فرهنگشون به ما نزدیکتره. چند تا شبکه تلویزیونی هم میزنیم و هی از خودمون تعریف میکنیم. من از تبلیغات پفک نمکی خوشم میاد. چی توز نمکی؟ پفکره. یه استادیوم بزرگ ورزشی هم میسازیم، یه توپ میدازیم وسط و مردم رو سرگرم میکنیم تا خیلی حواسشون به ما پرت نشه. بالاخره هرچی باشه نوبتی هم باشه، نوبت ما خراست. میبینی؟ من عقلم از آدم ها بیشتره، ولی خب تالا فرصت نکردم ازش استفاده کنم. دقیقا همینطوره. منظورت چیه دقیقا همینطوره؟ هیچی، میخواستم حرفای شما رو تایید کنم. ما جرأت نمیکنیم گوه بخوریم، شما فوری تاییدش میکنی. یه ها دیدی لگده اومده، تو اگه راست بگی سلطنت ما رو تایید کن. مگر بمیرم؟ گرچه احتیاجم به لشکر جنابالی نیست. مگر بمیرم؟ پس منم اگه بزنم که بذارم تو شابشی هست به کره خط چنگ پشت بدی میپرم رو شکمتا. مگه من آبروم از سر آخور آوردم که بذارم تو گله داری کنی؟ من حق این قاتل مظلوم رو از شما از پای عیاش پس میگیرم، حتی اگه شده یه مده از موسیقه یه ماهی کنم و جواب تجاوز و تجاوز بدم که حساب کار دستتون بیاد. خر جان تو در قلب من جای داری. تو قلبت سمت راست قاتل جون. خب
اینم یه طور عقیمیه دیگه. خدا بگم اون بابای اسب تو چی کارش بکنه؟ آدم میذارید شرف داشت به این. به 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 آقایون جمعشون جمعه، خیلی باشه. تو دیگه چی میگی؟ برای چی اومد اینجا بازه؟ والا از این حوالی ردی شدم، دیدم صدای عرعر یه خر میاد، اومدم ببینم مشکل چیه. مگه دنیا به آخر رسیده که یه بوز بیاد یه مشکل خر رو حل کنه؟ راستیته، شنیدم واسه تصاحب تخت سلطنت جلسه گذاشتید. خب به تو چه؟ اومدم بگم من با کمال میل حاضرم شاه بشم. شیطونه میگه با یه لگت همچین بزنم تو شکمش بره بچسبه به ماتحت خره ها. ما یه ساعت اینجا داریم جد آباد همون رنگ میکنیم، آقا صندلی زیر بغلش گذاشته اومده میگه حاضرم شاه بشم. ببخشید شما اسبی دیگه نه؟ خب معلومه که اسبم، پس خرم؟ ماشاءالله ماشاءالله. پس ایشون خرن؟ نخه، خر ایشونه، من قاتلم. تو که خر رو از قاتل تشخیص نمیدی؟ یه گله گوسفند ول کرده بیا شابتی پوفیون. خب تقصیر من چی چیه؟ خیلی به هم شبیهین. این قاتل جانم چه بازار مشترکه، تحت تاثیر یه گفتمان فرهنگی تولید شده. آره خب به تو چه رفتی داره بازه بشور؟ کارشناسی؟ چی کاره؟ تو خودتو به خاطر من ناراحت نکن، حیوان که هماخور گوسفندشه به طرفی نمیشه. حالا مگه من چی گفتم؟ قاتلانه گفتی قاتل جانه نخستازین بلد سنان. من چه همچین حرفی زدم؟ عجب زدی دیگه. زدی دیگه قاتل جان داشته باش، این آدم باید خیلی احمق باشه که حرفای معنی حرفای تو رو نفهمه. خیلی باید خر باشه. ما خراب سرانجادی عمل میکنیم، درگیر تعصبات هست و اگزوز نمیشیم. اینم نتیجه این پیوند روشن سرانه. شهری ما حالا خوبه تا میان یاد میگیرن بگن به آدما سرشون رو میبرن میذارن رو سینه شون، ولی علف تو کره زمین باقی نداشته بودن با این وضع کوف کردنشون. شرط نگو، ما بزار لیاقت شاهیمون خیلی بیشتره، همین الانش هم رئیس گوسفنداییم. حالا که شما شدید رئیس، گوسفندم شد آدم. گوسفند خرش مثل شما با هم بریم. تازه آدم که رئیسش بز باشه چی میشه؟ گوسفند میشه دیگه. تازه گردی گفتش که گوشت گوسفند بوی خر میده. ای وای، طرف منی یا این بز بیشور؟ آبروی هرچی اسب بردی دیگه. قاتل جان، عقیمی تو از خیرستری این اسب و خره. عاقلانه اینه که واسه تلافی هم که شده بیاد به من رای بدی. آخه اگه خیرستری این دور نبود که من اصلا به وجود نمی بردم. بز بیشور، عقیمی خیلی بهتر از نبودنه. احسن قاتل جان. آفرین قاتل جون. مرحبا قاتل جان. درود. ایول بلا بلا. به جای این خرج کردن ها بیاین بدین این قاتل ناقص رو سونوگرافیش کنن تا تکلیف ما روشن شه، بدونیم پسره یا دختره، بدونیم با چی میگردیم، مفاصل بهمون گیر نده. ما تا حالا خانم بازی نکردیم. پشتت اسب جان. اون سونوچیچیش که پرون خارجی بود، من زبون اون برای آبیم خوبه، یه دوره کالج دیدم. میتونم آبیم رو نه عبلش کن بدونش کن از زبون درازش واسه چلاق میسازم. خر شاه بشه حیوانای جنگل از بی‌آبرویی دق میکنن. مثلا من خرم چی ندارم که تو بازه بیشور داری؟ حیوانی که
گبونیشی بدم اون بچه که لقمه گرد بشه. شد آخه جان من سگم خره بست چیه که نگبونیشه بگی زر مار بلدیسی زر نزن دیگه عجب خره اولاقی ها هرچی از دهنش در میاد میشه کبرست میگه دیگه بوزی تو خفه شو ولد زنا یکی نیست آخه به تو بجه اسبه خر خره قاطر به تو چه شیطونه میگه با جفت پازرتی به در ریشش به تسبه به نافش ورد زنا جد آبادت ببای بیشور گرفتی یا پیاده کنم جفتکو تو این جفتکو نداشتی چی کار میشردی میرفتم بارفه آفرین منم این مراسم رو تایید میکنم نمیدونم حیوان تو دنیا قط بود خدا این بزرگ آفرین حداقل یه خورده بزرگتر نیست آدمش سوار بشه حیف که بزکشی تو مرام ما حیوانای متمدن نیست و الا همین الان دستور تیر میدادم این آقا تجون شعورشون بیشتر از این قد نمیده آدم که توی طویله درجه سه بزرگ شه بابا بزرگش میشه این دیگه بله اینا اغلب مردیکه خرن ای بابا آقا جان قبول میکنین من شاه بشم یا برم به بقیه بزا بگم شاخاشون رو تیز کنن تکلیف ما رو روشن کنین تو این جنگل اول و آخر همه چی منم حتما چی هم ما بزا قبولتون نداریم بی خود میکنی قبول نداری آتیش اون ریشت میزنم یاقی بشیم میزنیم به کوه ها میذارم روی دوشم رخت هر سنگ رو میپوشم دو را بیشتر نداری یا خودتو تسلیم میکنی که ما اعدامت کنیم یا خودت تا دخل خودتو میاری البته خرجان یه راه سومی هم وجود داره این که تو فرار کنی و ما از پشت بزنیمت شما کدوم راهو پیشنهاد میکنین؟ بگو خارجان پیشنهاد میکنم بیا تو تلویزیون بگی گو خوردم شاید ببخشمه بله این راه بهتریه تازه یه چیزی میخوری زیر تو خفه شو تو خفه شو ببینم همه خراب مثل تو هن یا تو از همه باسوادترشونی؟ پشت خر یواش یواش داری هنگامی که میبینی خیلی شور
وظیفه هر شاهیه که تو فکر زنگت باشه. بابت تو باید با دامپزشک خانوادگی مشورت کنم. جای حساس دستکار افتاده. کار از دستگاه اینا گذشته. برها چیه شما از رد خارج بشین دیگه، این هم بار رو دستتون میمونه. بذار شاه که شدیم این برد بیشور رو بارش میکنیم. قمت نباشه. ببینم قاتل جان، شما رو آسفالت هم بلدی بار ببری؟ این دیگه فحش بود قاتل جون. منظورش اینه که از پشت کوه اومدی اسفالت حالیت نیست. بابا یه پخمه، وقتی بر رو آسفالت سلایه یورتمه میرفتم ننه تو پرستار بچه بود، بچه آدم شیر میداد، تازه بعضی هاشون هم پسر بودن. واقعا کراحت داره یه خانم بود پسکونشو تا نصفه بکنه تو دهنه یه آدم نرخه. توف به غیرت بابا دیگر شلوغش نکن بابا، بچه چه این چیزا حالیش نیست. آره جون خودت بچه این چیزا حالیش نیست. فکر میکنی بچه آدم هم بچه بوزه؟ آفرین قاتل جان، با این سخنرانی تو این بز بیشعور یه نیم ساعتی خفه میشه. یه جا قاتل جان یه بوست بده به من تا چش این بز بیشعور در بیا. یه دونه من بس بود. حالا تو عمرم همچنان بوسی نکرده بودم، حتی از نوعی تو انده لب کنی تنگ اصله. دقیقاً به مامانت رفتی، اونم متعلق به همه بود. از میون همه حیوانا فقط با بز نپرید، محض اطلاع البته. مگه بزم آدمه که باهاش بپره؟ آدم چه خدا نکنه، ولی خب بز دیگه پریدنم اومد نیومد داره. فقط خیلی دوست دارم بدونم اگه با بزم میپرید بچه چه شکلی قاطر میشد. میگم پروفسور بود یه هفت برابره، نمیبینی ریش مسخره شو؟ اینا عقده شهرت دارن، میخوان ما بذاریم بکشیمشون مشهور بشن. به من نمیاد پروفسور باشم. به تو میاد عمه من باشی. من قربان عمت برم. قاتل دادم ما باشه بده زود بار ایک بابای خره گاز منه. بابا خیلی ملا دست در خونه. آدم که سیر هیچ غذایی براش خوشمزه نیست، خوشمزدگی تو گرسنگیه و من تا شاه نشم سیر نمیشم. میکردم شما پروندتون شدایی من از اقدام بود، هنوز خط تولیدتونم را نیفتاده بود. حالا از گرد راه نرسیده میخواید شاه بشید؟ شاه فقط منم. شاه فقط میتونه خری مثل من باشه، متشخص، با سواد، با شعور. تمام مشخصاتی رو که خرجان اسپورت، خب منم عینم دارم. به حوش و ذکاوت معروفم، پس سلطنت حق منه. من کره شیش ماه هم قد توی بازی سک سوارت بشه شکمت میچسبه به زمین. اصلا تو از قدیم خزنده بودی، تازه سم در آوردی. آخرم نم داده بودم و داشتم واسه دوست دخترم نامه می نوشتم. اصلا شما تا حالا دوست دختر داشتید؟ عمرا نداشتید.
پر از علف خاری هست به نام دلبر، داخل خار جرگه هست به نام جفا، جرگه توری هست به نام آمد رو دوست دارم ای زیبا ترین تر دنیا، ای نازنین اولا، ای دوست محبوب من، شدم در گردان من آواره، شرادت تبیره با خودم نباشم تا که یارم یالهایت را برایم افشان کند تا این جگرم جواب شه. قلب دهی محبوب من تا در عمق بردادنت خفه بشم. آه ای آخر خبودان، ای وادان خلا، به من آب بده که من تشنه خیلی خرم ها نه؟ خوشحالم که بالاخره فهمیدی. آقا جان میگم اصلا یه کاری میکنیم، هر کی بیا سیاست های بعد شاه شدنش رو بگه تا معلوم شه که کی از همه با سیاست تره. آره نه پس نمیدونم خرم مردشون قلادت ببرن سگ. این قلادن اسخره، این زنگوله است. دوتاش یکی مات دور. یکی از سیاست های هوشمندانه من اینه که به حیوانای جنگل به ویژه اسبای نجیب و مستعد میدان وسیع کار میدم تا نگن ما میدان کار نداشتیم پاشن مهاجرت کنن به جنگلای اونور آب. این باعث میشه که هم سریع پیشرفت کنیم هم آمار قتل پایین بیاد. من چی میدونم بالاخره یه ربطی داره که بیا پایین بوده بیشون. تو چی میگی حالا دیگه؟ نگاش کن. سیاست منم اینه که سطح فرهنگ گوسفندا رو ببرم بالا، اینطوری دیگه گوسفند خر نخواهیم داشت. سیاستش هم فوقشه. حسابش بکن این شابشه چی میشه؟ مملکت میشه فوش بازار. اگه شده تخونم رو میفروشم ولی نمیذارم این بچه با فالو شا بشه. خوب کاری میکنی خرد برو پایین برو. منم اگه حالا بشم سیاست های پدرانه من رو باطل شد از باطل نوزنم آدم از گچه دکترا سیر میشه. من به عنوان یک سلطان بزرگ چقدر بزرگ خرد ما خیلی بزرگ خواهش میکنم من خر بزرگ شاه شاهان قسم یاد میکنم از حقوق بشر همه ی حیوانا به شدت دفاع کنم. البته به جز دو حیوان پر رو آدم صفت که هیچ حق ندارن. آزادی بیانم به همه میدم، هر کی هر خوشی خواست بده. پس چرا آقای خر وقتی بهت میگیم خر ناراحت میشی؟ آخه شما خر رو یه جورت دیگر البته من خودم هم متوجه شده بودم که یه طوری میگم. البته به زودی کاری میکنم که هیچ جور نتونی اسم منو به زبان بیاری. بزنشون.
میخواستن عکس بگیرن. اینجا تبعیض نژادی نداریم. همه اینجا برادریم. عمران. هستی که عمران. اینا رو میگم که خرشی. و الا تو سگ کی باشی که داداش من شی؟ من یکی که عمران خرشم. از تو گنده تراشم خر کردم. بوزه بیشور. نوار موسیقی هم آسان. فقط فعلاً زیاد شاد نباشی فعلاً. دایی مادرم از 3 سال پیش مرد. هنوز قضا دارم. آخه قرار بود دخترش بده به من که تبیله روش خراب شد و دخترش هم نامردی کرد و یاره رستنی یه مردی که خره دیگه شد. چوف! پس دیگه تو من همه یه نامردها رو خفه میکنم. من ظلم و از ریشت درش میارم. من ندارته به صدا خود که جزنگ مردم پس میکنم. من بله منم کلی سیاست داشتم. قاتل جان سیاست ها تو واسه یه رعیتیت به کار ببر، چون خطا بکنی سر تو دادی. اگه شاه خطا بکنه چی؟ بازم چوبه تو رعیت میخوره. تو اصلا میدونی این خرا روزی چند بار خطا میکنن؟ میدونی؟ خب معلومه که میدونم. ناسلامتی مادرم خر بود. تازه یه بار از سر شوخی با بابام دعوا کرد، یه جفتک به بابام زد که بابام 3 روز 8 ماه مرد. پس حساب کار دستت هست. بله. زیاد محلش ندار. البته نگی ما اینا رو بهت گفتیم. راست ندارم. خودم میدونستم. آفرین، میدونم که میدونستی. به ما رفتی، باهوشی. شماها نمیرین؟ نوشه جا صرف شد. کسی به این قاتل چیزی گفته؟ نه، ما چه میدونیم؟ بله، قاتل جان خودش بالغه. خودش بالغه. دور بابای جفتتون هر جفت بکنه دستوری هم بره. قاتل جان مسمومت کرده. تو باید بالا بیاری. چیزی نخورده بالا بیاره خلیه. چیزی نخورده نخورده ولکی کن ولکی کن. کسافت پس کی بود که میگفت که این خرا روزی 1000 بار غلط میکنن و با صرفه نیست که من ازشون حمایت کنم؟ من بودم. من که نبودم، حتما آقای عصد بوده. عجب بوز دروغگویی، چرا تهمت میزنی؟ تهمت چی چیه شازده؟ وقتی داشتی قاتل جان رو اقبال میکردی من اونجا نشسته بودم نگاهت میکردم. تازه حاضرم شهادتم بدم. 2-3 بارم اومدم نه کنم که نشد. آره. عجب بوز دروغگوی کثیفیه. صداقت بین ما بوزای خاکستری آره. از بچه زاییدن مهمتره. آره. میدونم ننه چه صداقتی پیش بابات داشت، تو رو اینجوری پس انداخت. حاضرم قسم بخورم بچه بابات نیستی. میبینی قاتل جون، خداوند هیچ رعیتی رو گرفتار همچین دلشاهایی نکنه. حالا مگه چی گفتم؟ راست گفتم دیگه. تو شاه بشی پدر این قاتل در میاد. خب به تو چه؟ مگه تو پدرشی؟ من وجدانم ناراحته. نه خیر، تو یه جا دیگه میسوزه چلمن. قاتل جان، آدم باید به یکی رأی بده که هم واسه خودش بدزده هم واسه رعیت.
از کجا میدونی که من نمیتونم بدزدم؟ بازه بشور. نمیتونی دیگه، پس واسه چی خری؟ تازه اگه بتونی در که نمیتونی بری. اسب که نیستی. تو هم همینجور بز زنگوله. ممکنه گیر بیافتم اسب زین حلبی، ولی هیچکی نمیتونه مثل من اسناد محرمانه رو سر بنیز کنه. کاغذ میخورم اینوهو یونجه. مدرک باقی نمیذارم که. آره. من نه احتیاج به در رفتن دارم اسب چلمن، نه احتیاج به کاغذ خوردن بازه بشور. همین خر بودن هم همه چیه مطباله بکنه. میگم بابا این یارو مردی که خره، هیچ چیانش نیست، عقلش قد نمیده از این کارا بکنه. خرم ماشی اعتبار نداره، یه جفتک بهت بفرونن اسم همه رو لو دادی. یعنی دهن خودتون خیلی چفته، با جهر سقیل هم باز نمیشه. موندم شما با کجاتون غذا میخوری؟ عجب خوشی بود. تاج شاهی فقط برازنده منه، بهتره ایوونای خوبه باشین و تسلیم شین. نه خیرم، برازنده منه. تازه با شاخام هم سته. نه نه خون تاج شاهی برازنده منه. حیوان این جنگل به اندازه کافی حیواناش عقیم هستن. با شاه شدن شما نمیذارم بیشتر از این عقیم بشه. نه یاد نصفش خره، هیچ کی نمیتونه مثلا یک نصف خر رو درک کنه. اونایی که خودشون رعیت رو به وجود آوردن چطور میتونن سنگ حمایت از رو به سینه بزنن؟ اسب حیوان نجیبیه و با شاه شدن من رعیت هم نجیب میشه. اسب راست میگه. فعلا که عقیمه. همش هم تحصیل نجابت این اسب نانجیبه. موقع سخنرانی هیچ کی نمیتونه مثل من از تپه بره بالا تا همه رعیت صداشو بشنون. من موقع سخنرانی میرم بالا. صبر کن، نوبت منه. من موقع سخنرانی میرم رو پشت تو بزه بیشعور، با اینکه از اونجا هم هیچ جا رو نمیتونم ببینم. ببین چقدر تو پستی. من تا شاه نشم عمرم نمیرم. بابات هم همینو میگفت. بابا زنگوله بندگی رو از گردنت باز کن. البته پالون هم دست کمی از زنگوله نداره ها. پالون من نماد خدمت به رعیته. زنگوله منم جنگ بیداری رعیته. من همه وجودم متعلق به رعیت. وای کمات دیدی رعیتی چقدر کیست. شاه منم. نه خیر تو بودی، فعلا منم. منم که منم. بابا یکی بگه پس من کیم؟ منی. از منی. در منی. وای من چقدر منم. یعنی این همه سنگینی خود منم. آدمم من شاه و آدمم منم. نخیر منم. من هم شاهم هم منم. بابا پکیدم زیر این همه سنگینی. بابا آخه آدمم منم. آدمم منم. صدای دست دادن معلوم بود که شما همونقدر از این نمایش لذت بردید که من لذت بردم. یک دنیا منو.
سلامت باشی. ممنون. بنده از اول این فعالیت هنری با این دوستان عزیز مشهور بودم، میدیدم در حدود 6 ماه است که نه زحمت میکشن شب و روز، واقعا شب و روز. این آقای حسین‌زاده نصف شده از ما که من دیدم آتاوا در گذشته شاهد نمایش‌های مختلف بودن آرتیست‌های بین‌المللی که از چپ و راست و شمال و جنوب می‌آمدن بوده، ولی این نمایشنامه به نظر من و به نظر شما، چون می‌دونم، یک چیز خصوصی داره، چون که محصول فراورده محلی خود شهر ماست. تمام دوستانی که ببینید همه از شهر خود ما هستم و اینجا این رو به وجود آوردم و شاید این اون حلاوت بهش میده که در چیزهای دیگه نبوده. مثل این که خورشت بادمجونی که مادر بزرگ درست میکرد مزهش و مراتب بهتر اونه که در رستوران ها میخوریم و این دوستان واقعا تونستن با این کاری که کردن امشب دل همه ما رو به دست بیارن. امیدوارم که این اولین فعالیتی باشه که این دوستان انجام میدادن و علمداری باشه برای فعالیت‌های آیندهشون که میدونم خواهد بود. یک یکشون واقعا زحمت کشیدن. من رو معرفی میکنم حضورتون، گرچه لازم به معرفه نیست، جناب آقای حسین حسین‌زاده. آقای حمید منصوری، ایشون در غیر از اینکه اسب بودن گریمور هم بودن، دوست عزیز آقای نوید پیروزنیا، که نه تنها رول عقیم بودن رو بازی می‌کردن در این مدت کوتاهی البته، ولی کارگردانی این نمایشنامه دست ایشون بوده. پهلوی ایشون جناب آقای عذر میخوام دوستان، ببخشید من فرصت رو از شما گرفتم. عرض خیر مقدم دارم و خوش آمدگویی به تمام میهمانان عزیز که زحمت کشیدید و قدم رنجه فرمودید و نمایش ما رو تماشا کردید. بنده خیلی مدت کمی است که به کانادا و اتاوا اومدم، ولی واقعا افتخار میکنم که دوستان هنرمندی و دوستانی که واقعا هنر دوستن به من افتخار دادن که در این کار همکار و همیار همدیگر باشیم، مخصوصاً شخصی به اسم آقای حسین حسین‌زاده که واقعا از هنرمندان بزرگ این کشور هستن. خواهش میکنم یک بار دیگه ایشون رو تعریف کنم. من واقعا کوچکتر از اونم. و همچنین از انجمن محترم پاکسو و یک نفر که واقعا زحمت کشیدند، اگه ما این امکانات رو نداشتیم هیچ وقت نمیتونستیم روی صحنه بیایم با این کیفیت. واقعا ایشون هنر دوست هستن، به کارهای فرهنگی و هنری واقعا علاقمندن. ما ایشون رو به عنوان نه تنها یک تهیه کننده مالی، بلکه به عنوان یک دوست، به عنوان یک هنرمند در این شهر میبینیم که از کارهای فرهنگی و هنری واقعا حمایت میکنن. جناب آقای مسعود قوامی رفته کار. بنده دیگه سخنی ندارم، میکروفون رو میدم. در نمایشنامه بهشون دور ندادن، سهم من رو گرفتن. رسیدیم به آقای پیام شالچیان، بزرگ محترم.
و موسیقی که شنیدید ساقی خانم کافی سوگل و نور آقای بهزاد مالک. سرکار مهوش خانم مرتضوی کجا تشریف دارن؟ جناب فرهاد درخشان اجرای صحنه توسط ایشون بوده که من میدونم شب و روز ایشون زحمت کشیدن و اگر رفته بودید رستوران بوف و ایشون رو ندیدید ایشون داشتن صحنه تهیه میکردن. سرکار مهوش خانم مرتضوی یکی من نگفتم نمیدونم کی نگفت. والا ایشون من به اسم اصل معرفیشون کردم، به اسم حمید درویش معرفی نکردم. البته آقای مسعود قوامی که ایشون به اینو به وجود آوردن و یکی که شما که واقعا بدون بودن شما اینجا این به وجود نمیاد، این تشویق شماست که باعث کارهای هنری میشه که اسم پاکسو رو برد جان. البته جناب فلاحی که اون عقب اونجا هستن دارن افتخارشون. من والا امروز صبح به عنوان داوطلبم کردن، برای خودم داوطلب نبودم که این حرفو بزنم، اصلا اسامی رو مهیا نکردم. جناب فلاحی مشغول فیلمبرداری بودن و در ضمن اینجا دو تا، یکی به عنوان فیلمبردار ایشون هستن و اون رسانه های ایرانی در اینجا دو تا، هم رادیو هم صدا هم نماشوم، هر دو باعث شدن که اینا به گوش شما برسه و اینجا تشریف بیارید. حالا اگر اجازه بدید خواهش میکنم از سرکار شبنم خانم اسدالله تشریف بیارن. روی خانم رودی سانه رو تشریف بیارن و سرکار خانم اسدالله پری خانم اسدالله‌ای. این گل‌ها از طرف رادیو همصداست، این گل‌های دیگه از طرف انجمن فرهنگی و هنری پاکسو هست. روزنامه سبا. والا اگر بخوام همه رو بگیم تو صبح باید اینجا بایستی. جناب بابا خانی، آقا خانی، همچنین ساقی خانم کجا هست؟ دختری به پدرش تقدیم میکنه. و با اجازهتون آخری رو به من تو گوشم گفتن، عرض کنم خدمتون، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه اتاوا که بدون کمک اونها و گرفتن این سالن واقعا زیبا به جای مناسبی که هست این به وجود نمی اومد. با نهایت تشکر از اون انجمن آقای شما باش که اوچون تن بودن سر خطن. خیلی متشکرم. و یکی دیگه هم تو گوشم این مر آقای قوامی گفتن پاکسو که انجمن ادبی هنری ایرانی اتاواست از اول میخواسته چنین چیزهایی رو به وجود آورد بیاره و این به وجود اومده، فعالیت‌های مختلفه شده و امیدوارم که این ادامه خواهد داشت با بودن داشتن چنین منابع واقعا پرارزشی و هنری که بینمون هست. این خواهد شد و این باعث شاید دلگرمیه اون برگزار کنندگان این انجمنه. یک دانه عطرات متشکر. خیلی دوستان عزیز شهر ما، مهدی فلاحی هستم از اتاوا.
امشب 16 دسامبر 2006 دوستانمون گروه تئاتر پژواک نمایش موفق لطفاً خر نشوید رو در دانشگاه اتاوا اجرا کردن. در خدمت آقای نوید پیروزنیا هستم که کارگردان این نمایش هستن و نقش قاطر رو در این برنامه اجرا کردن. آقای پیروزنیا، خودتون احساستون درباره نمایش چی هست؟ عرض کنم خدمتتون با تشکر از همه دوستان و مخصوصا از رادیو نماشون و بقیه دوستانی که ما رو در اجرای این کار همکاری و همراهی فرمودن، بنده واقعا احساس خوبی دارم، چون فکر میکنم که واقعا یک کار خوبی اجرا شد و مردم هم قدر این کار رو دونستند و تشریف آوردن به سالن و ما رو همکاری و همراهی کردن و این باعث میشه که ما دلگرم بشیم برای اجراهای بهتر و بعدی گروه تئاتر پژواک با همکاری همه دوستانی که در شهر اتاوا هستن و هنر رو تشویق و ترغیب میکنن دوستان و هنر دوستشون رو که کارهای بهتری رو انجام بدن. خودتون از نقش قاطر که خودتون اجرا کردید و سایر نقش ها اسب، خر و بز راضی بودید؟ عرض کنم خدمتتون بنده از همه دوستانم که نقش اجرا کردن روی صحنه بودن بسیار رضایت کامل رو دارم. یک سری مشکلات خاصی هستش که این در همه اجراها طبیعیه، به وجود میاد، ولی در کل واقعا باید بگم که بسیار رضایت دارم که به بنده افتخار دادن تا کنار هم دیگه این کار رو به روی صحنه ببریم. واقعا ممنونم از همشون، دست همشون درد نکن. خسته نباشید، براتون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. ممنونم، باز هم بار دیگر هم از شما بسیار ممنونم. من واقعا خجالت زده و شرم زده شما هستم که شاید به اندازه کافی نتونستیم از شما دوستانی که واقعا قدر هنر رو میدونید، من شخصا میدونم از اون مطلبی که نوشته بودید تئاتر تمثیلی، با یک کلمه دیدم که آقای فلاحی نوشتن تئاتر تمثیلی، فکر کردم تنها کسیه که میدونه تئاتر تمثیلی چیه، واقعا افتخار کردم و خوشحالم که واقعا همچنین کسایی هستن توی این شهر و واقعا افتخار میکنم. دستش یکایک شما رو میبوسم، ان شاء الله همیشه موفق. خب آقای حسین زاده، شما نقش خر رو اجرا کردید، یک نقش موفق دیگه. آقای حسین زاده از هنرمندان بسیار بسیار قدیمی و اصیل سینما و تئاتر ما هستند. لطف دارید شما آقای حسین زاده، نقش امشبتون رو شما دوست داشتید؟ من دیدید؟ بله، برای اینکه این به هر حال به نوعی برمیگرده به شخصیت بعضی از آدمایی که قدرت طلب هستن، آدمایی که دوست دارن که به نوعی حکومت کنن بر دیگران در حالی که واقعا چیزی نمیدونن و متاسفانه این خر یک چنین شخصیتی داشت برای اون نوع حکومت‌ها و اون نوع به هر حال حاکمین و میشه گفت شاه، رهبر، پرزیدنت، رئیس جمهور، هر کی، من نمیدونم هر چی اسمش میشه گذاشت. و بله بسیار من واقعا دوست داشتم این نقشو. خسته نباشید. من خیلی از شما ممنونم، لطف فرمودید واقعا، شما که واقعا زحمت کشیدین در همه جا و از اینکه تمام تماشاچی‌ها ما رو ساپورت کردن، حمایت کردن، اومدن دیدن، من که شرمندم و انشالله که بتونیم در آینده بتونیم کارهایی بکنیم که بیشتر واقعا مردم رو راضی کنیم و من فکر می‌کنم که حتما احتیاج هست این شهر با حمایت شما و امثال شما واقعا این نوع تئاتر و این به هر حال گروه پژواک پا بگیره. ممنون از لطف شما. موفق باشید. ممنونم از لطف، خیلی خیلی ممنون. قربان شما. متشکرم. متشکرم بابا. خب آقای حمید درویش نقش اسب رو به زیبایی اجرا کردن و من که شخصا لذت بردم. خودتون احساستون چی هست؟ والا این نقش اولش برای من خیلی سخت بود و چون اولین کار روی صحنه ام بود، فکر نمی‌کردم از پسش بر بیام، ولی با کمک دوست عزیزم آقای نوید پیروزنیا که کارگردان واقعا زبردستی بودن و آقای حسین زاده خیلی خیلی خوب کار کردم و فکر می‌کنم که خودم راضی بودم از کار و به عنوان اولین کار فکر می‌کنم تونستم تماشاگر رو راضی از خودم نگه دارم. من هم تصور می‌کنم مردم راضی بودن و براتون آرزوی موفقیت بیشتر می‌کنم. خیلی متشکرم، مرسی. ضمناً من طراح گریمم بودم و امیدوارم که از گیریم و لباسم مردم لذت برده باشن. خیلی متشکرم. مرسی. قربانش. و پیام شالچیان، ایشون نقش بز رو اجرا کردن و جناب بز حالتون چطوره؟ خسته نباشید، خیلی نقش رو زیبا و هنرمندانه اجرا کردید. من
یه موقع فکر کردم که شما این نقش لنگیدن جزئی از راه رفتن خود شماست. والا جزئی شده یواش یواش بعد 6 ماه تمرین کردن و اینا، من عادت کردم به این و عادت خوبی هم نیست، ولی همین الانشم که راه میرم این مقدار لنگ میزنم، ولی میگم اولش که نبوده ولی یواش یواش شده، حالا ان شاءالله که برگرده. خودتون از اجرای نمایش خوشحال بودید؟ بله واقعا، خب برای من تجربه اولم بود که نمایش تئاتر بازی می‌کردم، نمایش زنده، و تجربه خیلی خوبی بود واقعا. اینجوری میتونم بگم که واقعا همکاری با دوستان مخصوصا و حضور در صحنه جلوی مردم اتاوا خیلی تجربه خوبی بود، اکسایتینگ بود. خسته نباشید. ممنون، مرسی. دوستان عزیز، هنرمندان گروه پژواک رو صحبتاشون رو شنیدیم. ما منتظر برنامه‌های بعدی گروه هنرمند پژواک هستیم. مهدی فلاحی هستم از اتاوا. شبتون بخیر.